سلام میکنیم خدمت شما و بینندگان عزیز ادوین کشیش آبنوس هستم با برنامه نسیم اینو خدمت شما دوستان عزیز هستم. من هم اشکان عبرشی هستم. ما هنوز در پی برنامه تسلیس هستیم و هنوز هم در عهد عتیق هستیم تا چند برنامه بعد گمانم. بله، ولی امروز تو هفته گذشته یه خورده صحبت کردیم در خصوص باور قوم یهود در به صورت کلی توی عهد عتیق. یه اشاره خیلی کوتاهی داشتیم به بعضی از آیاتی که در خصوص تمایز اشخاص در عهد عتیق اشاره کردن، اما امروز میخوایم یه خورده گسترده تر نگاه بکنیم، یه خورده آیات بیشتری رو نگاه بکنیم. آیا پدر در عهد عتیق بود؟ پسر بود؟ کلمه پسر بود؟ روح القدس بود؟ اگر هم بود به چه شکلی قوم یهود اینو درک میکرد؟ ما در واقع اگر بخوایم همون حرف تو به یه جوری دیگه تکرار بکنم، آیات رو نگاه کردیم که یه مقدار به نظر میامد که با وحدانیت خدا در تضاد بود و مفسرین عهد عتیق در تلاش بودن که این رو در راستای وحدانیت خدا تفسیر بکنن، و الان که داریم نگاه میکنیم از لنز عهد جدید تو تسلیس متوجه میشیم که کثرت اشخاص در این آیات وجود داره. الان داریم این تمایز اشخاص رو تعریف میکنیم، چون توی عهد عتیق به نظر میامد که توی این آیات مشخص نیست که در مورد پدر صحبت میکنه، پسر صحبت میکنه، روح القدس صحبت میکنه، ولی الان که توی عهد جدید ما متوجه شدیم که این اشخاص و اقنوم تأسیسی که داشت باش تجربه داریم پدر، پسر و روح القدس هستن، ببینیم آیا این شخصیت ها، این اشخاص در عهد عتیق هم حاضر هستن به این عناوین و یا نه. داریم یه مقدار گسترده تر به قول شما داریم مسئله رو نگاه. اما وقت هنگه، بریم سر اصل مطلب. از خدا به عنوان پدر شروع بکنیم، در عهد عتیق نگاهی به این مسئله داشته باشیم. اگه بخوایم به صورت آمار نگاه بکنیم، کلمه یهوه که حالا بعدا میگیم چرا کلمه یهوه رو داریم استفاده میکنیم وقتی راجع به پدر صحبت میکنیم، کلمه یهوه 7000 بار توی عهد عتیق تکرار شد، حدود 7000 بار، حالا دقیقا 7000 بار. اما واژه پدر تنها 20 بار توی عهد عتیق میاد. حالا خیلی میگن شما یهوه رو به خدای پدر ربط میدید، این دو واژه اصلا ممکنه دو تا چیز متفاوت باشن، شما چه دلیلی دارید؟ چرا از قوم یهود باید بیاد واژه یهوه رو استفاده کنه وقتی که میخواد واژه پدر رو استفاده بکنه و درک خداوند به عنوان پدر رو داشته باشه؟ وقتی نگاه میکنیم توی عهد عتیق، اول از همه باید نگاه کنیم ببینیم قوم اسرائیل در چه موقعیتی قرار داره. قوم اسرائیل کنار خیلی از اقوام دیگه ای هست، اونها خداپرستی های مختص خودشون رو دارن، و به شکلی که قوم های دیگه کنار قوم اسرائیل خدا رو میپرستن، برای اونها استفاده از کلماتی مثل پدر به این معنی هست که ما انسان ها نوادگانی هستیم از خدایانی که امروز میپرستیم. و بس وقتی قوم ها به خدای خودشون اگر پدر اطلاق میکردن، صحبت تولد جسمانی و فیزیکی بود که در رده های پایین تر منجر میشد که اینها انسان هایی باشن. این چنینی واسه همین وقتی قوم اسرائیل داره توی کلام خدا از یهوه صحبت میکنه، به جای که کلمه پدر رو زیاد استفاده بکنه که در واقع به اشتباه درک متفاوتی رو به قوم اسرائیل میده، چون قوم اسرائیل اصلا بر این باور نبود که وقتی ما واژه پدر رو استفاده میکنیم به این معنی که ما نوادگان یا تولد یافتگان جسمانی خدای پدر هستیم، واسه همین واژه‌ای رو که ترجیحاً بیشتر استفاده میکنه واژه یهوه هست که بیشتر در بعد الهیش هست. اما هنوز ما توی عهد عتیق وقتی به دقت نگاه میکنیم واژه پدر استفاده میشه، و در چه مواقعی استفاده میشه واژه پدر توی عهد عتیق؟ در اون رابطه‌ای که خداوند با انسان‌ها داره و به شکل پدرگونه اونها رو مراقبت و مواظبت میکنه به کار گرفته میشه. در واقع واژه پدر یا لقب پدر، نام پدر، در رابطه با خدا و عهدی که با قوم اسرائیل می‌بنده اونجا بیشتر استفاده میشه، و همونطور گفتید به خاطر اینکه این ابهام و کشف فهمی در قوم اسرائیل به وجود نیاد که ما هم باورهای قوم‌های همسایه هستیم و به رابطه جنسی خدایان و انسان‌ها معتقد هستیم، از سعی می‌کرد از منقوشات و از اسامی که ممکنه باعث سوء تفاهم بشه دوری بکنه. باب 4 اگر اشتباه نکنم آیه 22 و 23 خروج میفرماید: و به فرعون بگو خداوند چنین میگوید، اسرائیل پسر من و نخست‌زاده من است، و به تو میگویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش ابا نمایی، همانا پسر تو یعنی نخست‌زاده تو را میکشم. و واقع شد و همین
خداوند وعده ای رو به قوم اسرائیل داده که او رو نجات بده، عهدی رو با اون میبنده که قوم اسرائیل وارد رابطه با خدا بشه، و خدا رو خدا به قوم اسرائیل میگه تو از آن من هستی، من تو رو تولید نمودم، تو رو جدا کردم، از میان این قوم ها قومی رو انتخاب کردم، مقدس کردم، تولید کردم که منو میپرسته، توجهش به من هست، جلال و شکوه و حکمت من رو در دنیا انعکاس میده و وسیله این خواهد شد که دیگر اقوام من رو بشناسن. و در این رابطه عهدگونه است که خدا خودش رو پدر و قوم اسرائیل رو به عنوان پسر معرفی میکنه، و این معنایی و مفهومی که در این رابطه والدینی و پدر و پسری هست با آن چیزی که اقوام همسایه بهش معترف بودن زمین تا آسمون فرق میکرد. توی من خواستم از همون آیه هوشع بخونم، 11:1 کتاب هوشع آیه باب 11 آیه 1 میگه هنگامی که اسرائیل طفل بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. دوباره جایی که خدا شروع میکنه قوم اسرائیل رو به صورت متمایز و مشخصی به عنوان پسر خودش یا به عنوان قومی که برای اونو دوست داره و میخواد مراقبت بکنه و از اون مواظبت بکنه نام میبره. پس هنوز ما میبینیم اون ذات پدرگونه خدا توی عهد عتیق هست. حالا ما نمیخوایم الان گریزی بزنیم توی عهد جدید، راجع به عهد جدید صحبت کنیم، ولی میبینیم اولین جایی که انقدر بارز کلام خدا توی عهد جدید میاد و استفاده میکنه مسیح هست که میگه وقتی میخواید با پدر خود صحبت کنید دعا کنید، اینطور دعا کنید، دعای ربانی معروف، ای پدر ما که در آسمانی. و اونجاست که مسیح یه دفعه میاد به صورت خیلی مستقیم خدا رو به عنوان پدر خطاب میکنه. ولی من میخوام این رو هم بگم، این اتفاق نکته جالبی که بهش اشاره کردید، دعای ربانی وقتی میگه ای پدر من در آسمانی، من میگم باید هنوز از زاویه یهودیان قرن اول و قبل نگاه کنی به این مسئله پدر. پدر به عنوان خدایی هست که قوم اسرائیل از مصر نجات داده، داره ازش پاسبانی میکنه، اون رو حفاظت میکنه، اون رو شفا میده. در این رابطه نگهدانی و پاسبانی و محبت کردن هست که پدر معرفی میشه. توی آیه 3 و 4 همون بابی که خوندید اینطور میگه و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او رو به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا دادم، ایشان را به ریسمان‌های انسان و به بنده‌های محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن ایشان بر می‌دارم و خوراک پیش روی ایشان نهادم. میگه من این قوم رو از رجاسات در آوردم، از بت پرستی در آوردم، از مصر آزاد کردم، الان دارم اون رو تربیتش میکنم، بهش یاد میدم چطور منو بپرسته، چطور قوانین اخلاقی رو نگه داره، چطور مدیریت قوم خودش رو انجام بده، جایگاه من در این قوم کجاست. میگه راه رفتن رو بهش یاد دادم، چطور در حضور من راه بره و بخرامه. این در این رابطه پدرگونه و تعلیم دادن و نقش والدین بازی کردن پدر هستش که خودش رو پدر و قوم اسرائیل رو پسر خطاب میکنه. میخوام یک دو تا آیه دیگه هم با هم نگاه کنیم، بعد میخوام بریم سر اشخاص دیگه. از اشعیا باب 63 آیه 15 و 16 میخونم، میگه از آسمان بنگر و از مسکن قدوسیت و جلال خیش نظر افکن، غیرت جبروت تو کجاست؟ جوشش دل و رحمت‌های تو که به من نمودی باز داشته شده است، به درستی که تو پدر ما هستی، اگرچه ابراهیم ما را نشناسد و اسرائیل ما را به جا نیاورد، اما تو یهوه پدر ما و ولی ما هستی و نام تو از ازل می باشد. اجازه بدید آیه دیگرم بخونم برای خود توضیح بدیم. 64:7 رو می خونم. تو آیه 64:7 میگه و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خیشتن را برانگیزاند تا به تو متمسک شود، زیرا که روی خود را از ما پوشانیده ای و ما را به سبب گناه گداخته ای. تو آیه 8 میگه و اما الان ای خداوند تو پدر ما هستی. پس صحبتی که داره میکنه صحبت یک تولد جسمانی پدر و پسر اصلا نیست. جاهایی که داره تاکید میکنه روی رابطه پدری روی کاریه که خدا برای قوم خودش، برای قومی که باهاش این عهد رو بسته، داره انجام میده، مراقبت، مواظبت، پیدا شفا آوردن، فراهم کردن برای قوم اسرائیل. و نگاه میکنیم ببینیم تفاوت و تمایزی که بین خود پدر خونده شدن خدا برای قوم اسرائیل بود با قوم‌های دیگه تولد جسمانی افراد از خدای جسمانی نبود، بلکه رابطه پدرگونه‌ای هست که خدا داره اون رو نشون میده در اون ذاتی که فراهم میکنه و محبت در کنار
تفاوت فاحشی که بین خدای اسرائیل و اقوام دیگه و پدرخوندن قوم اسرائیل، خدای قوم اسرائیل توسط یهودیان در مقایسه با اقوام دیگه، نکته مهمی که داریم بهش اشاره میکنیم این هستش که پدری که در عهد جدید باش آشنا میشیم، همون پدر، همون تصویر، همون سایه، همون شخصیت در عهد عتیق هم وجود داره. درسته فهم و درک قوم اسرائیل از پدر بودن خدا به عمق ایمانداران عهد جدید نیست، همونطور که بارها اشاره کردیم تجربیات هنوز قراره بیاد، هنوز قرار فدیه به کمال برسه، پسر مجسم بشه، روح خدا در پنتیکاست آشکار بشه، در کنار اینها خیلی از حقایق مشخص‌تر میشه، ولی تصویر هنوز اونجاست. ما الان با اینکا خیلی دقیق‌تر میتونیم ببینیم، خیلی برجسته‌تره، پررنگ‌تره، ولی با اینکه در عهد عتیق برای یهودیان اون زمان کم رنگ بود، ولی باز قابل تشخیص بود که خدا یک بعدی از شخصیت خودش داره به عنوان پدر برای ما آشکار میکنه. در کنار اون روح خدا رو هم داریم. ما اینکه در عهد جدید ما روح خدا رو به صراحت در موردش صحبت میکنیم و تشخیص میدیم حضورش رو در اقنوم تثلیث، در عهد عتیق هم روح خدا حضور داره. عبارت روح خدا تقریبا 400 بار در عهد عتیق ذکر شده. معمولا همونطور که گفتیم روح خدا در عهد عتیق به عنوان گاه‌گداری، به عنوان قدرت، کیفیت و احساس خدا آشکار می شده. ولی در کنار این عرضم به خدمتون که یک کیفیت جدا نشدنی از ذات خدا، می بینیم که شخصیت و شخص متمایزی را هم گاهی اوقات کلام خود را عهد عتیق برای روح خدا قائل میشه که با خوندن اون آیات میتونیم بهش دریابیم. باز میگم که ممکنه اونها این رو درک نمیکردن، با ابهام و مشکل به این آیات روبرو میشدن، ولی باز میبینی که روح خدا در عهد عتیق هم حاضر هست. بله کاملا. و تو وقتی نگاه میکنیم، آیات زیادی هست، حالا به بعضیش نگاه خواهیم کرد، وقتی صحبت از روح خدا داره میکنه، شخص روح القدس یک سری همطوری گفتی کارهای متمایزی انجام میده که با نگاه به عهد عتیق میشه به بعضی از اونها نگاه کرد. توی پیدایش قطعه قبل صحبت کردیم که میگه روح خدا برای لجه و توده ها میره و اونجا شروع به حیات بخشیدن به زمین میکنه که بایه رو توهی هست. اونو با هم صحبت کردیم. یه خود جلوتر بریم، اگه میخواید بریم مزمور 29 آیه 30 رو با هم نگاه بکنیم. مزمور 29 آیه 30 نگفتم، 104 آیه 29. من یه خورده فارسی خوندنم و یادم رفته، از همه از روی نوتا به فارسی سخته پیدا میکنم. خب 104 آیه 29 و 30 رو بخونیم. میگه روی خود را میپوشانی پس مضطرب میگردد، روح آنها را قبض میکنی پس میمیرن و به خاک خود برمیگردن، چون روح خود را میفرستی آفریده میشوند و روی زمین را تازه میگردانی. این در واقع کار حیات بخشیدن و تازه کردن روح خداست. ما تمایز رو هم میبینیم با خدا کاملا. دقیقا. و مسئله که هست اینجا صحبت ما تو عهد جدید هم نمیبینیم، تو عهد جدید هم میبینیم که روح خدا کارش تازه کردن، از نو مولود کردن و اون اجازه تازه شدن ما در عیسی مسیح و مکاشفه رو میده. توی حزقیال هم هست باب 37 اگه میخواه کنه، همون ویژگی حیات بخشیدن رو ما میبینیم در روح خدا در کتاب حزقیال مشاهده میشه. باب 37 آیه 8 تا 10 بوده اون باب استخوانا. بله. 37 آیه 8 و 10 8 تا 10 میگه و نگریستم و اینک پیه ها و گوشت بر آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید، اما در آن روح نبود. پس او را گفت بر روح نبوت نمای پسر انسان، بر روح نبوت کرده بگو خداوند چنین میفرماید که ای روح از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند. بازم اون خاصیت حیات بخشی روح رو میبینیم. حتی تو آیه بعدش میگه بچنان که مرا انفهمون نبوت کردم و روح به آنها داخل شده و آنها زنده گشته و بر پایهای خود لشکر بی نهایت عظیم شده. ویژگی حیات بخش روح رو در عهد عتیق مشاهده میکنیم که یکی از ویژگی های بارز توی عهد جدیده که به روح خدا ما از نو مولود میشیم. بله. و اینو بارها توی کتاب مقدس میبینیم. در کنار اون ما توی عهد جدید میبینیم که روح خدا قوت میبخشه تا مردان خدا وارد خدمت بشن. بله. قابلیت و قوت و قدرت و استعداد خدمت میده. درست. همین ویژگی رو در
شخص روح القدس به صورت متمایز میبینیم که در عهد عتیق وجود داره. بله. کتاب اعداد رو اگر میخوایم نگاه کنیم باب 27 آیه 18. بله. 27 یا 18 میگه و خداوند به موسی گفت یوشب نون را که مری صاحب روح است گرفته دست خود را بر او بگذار و او را به حضور الازر کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته و نظرشان به وی وصیت نما. بگم 17 است مطمئن دید که سفته به نظرم ایش دفعه شده هم اشتباه دارم از این من 17 رو بخونم با. چون میدونم 17 هم در خصوص شاید هم 18 حالا آیات زیاد هستش. عرضم به خدمت ما میتونیم نگاه بکنیم به کتاب داوران باب 3 آیه 10. به هر حال آن چیزی که داریم سعی میکنیم توی این قسمت بیان بکنیم این هستش که همون طور که روح خدا در عهد جدید قابلیت و قوت بخشیدن عطایا رو ایجاد میکرد در ایمانداران، در عهد عتیق هم به همین صورت هست. کتاب تثنیه باب کتاب داوران باب 3 آیه 10، اول سموئیل باب 16 آیه 13، کتاب خروج باب 31 آیه 3، باب 35 آیه 31 تا 34. بذارید من کتاب داوران 13 بخونم چون همه‌شون نمی‌رسیم برای دوستان بخونیم، فقط مثالی رو داشته باشیم براشون. و روح خدا بر او نازل شده، پس بنی اسرائیل را داوری کرده برای جنگ بیرون رفتن و خداوند کوشان رشعتایم پادشاه ارام را به دست او تسلیم نمود. روح خدا که میاد و آنها قوت میده. و همونطور که توی عهد جدید داریم که روح خدا نگهدارنده و محافظ مردان خدا هست، ببینید که توی کتب عهد عتیق هم روح خدا محافظ هست. کتاب اشعیا رو میتونیم نگاه کنیم باب 63 آیات 11 تا 12 اینطور میگه: آنگاه ایام قدیم موسی و قوم خیش را به یاد آور و گفت کجاست آن که ایشان را با شبان گله خود از دریا برآورد و کجاست آن که روح قدوس خود را در میان ایشان نهاد. تا ایشان بخونم که بازوی جلیل، آیه 12 میگه که بازوی جلیل خود را به دست راست موسی خرامان ساخت و آبها را پیش روی ایشان منقشم گردانی تا اسم جاودانی برای خیش پیدا کنه. اونجا بازم میگه روح خداست که چطور اونها را محافظت میکنه و از دریا میگذرونه. توی عهد جدید ما می‌بینیم روح خدا در ایمانداران ساکن هست و در اونها زندگی می‌کنه. توی عهد عتیق هم می‌بینیم در کتاب تثنیه باب 34 آیه 7 و آیات دیگه هم هست تا شما اون رو پیدا می‌کنید. باب 34 آیه 7، توی حزقیال باب 2 آیه 2 هست، حزقیال باب 3 آیه 24 و جاهای متعدد بسیار زیادی که حالا من فهرست کردم ولی خدمت دوستان نمی‌خونم. بله 34 7 گفتید؟ بله. میگه و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمان تا و نه قوتش کم شده بود و بنی اسرائیل برای موسی در برابر یه نکته دیگه هم که ما اینجا اشاره نکردیم این هستش که آیه های انگلیسی با فارسی با هم ترجمه هاش فرق داره، کلمه روح نداره. نه ترجمه هاشو بعضی وقت آیه های انگلیسی و فارسی با هم همتراز نیستن. ولی صحبتی که داره میکنه صحبت قوت بخشیدن و یوشای ابن نون از روح خدا روح حکمت مملو بود چون که موسی دستای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل رو اطاعت. این آیه 9 هست، توی فارسی 8 اینجا 9 هست. بنابراین آن چیزی رو که ما در عهد عتیق میبینیم، ویژگی هایی که در مورد روح القدس کلام خدا به ما تعلیم میده، کارهایی که روح قدوس خدا میکنه که این متمایز از کارهایی که پدر انجام میده، متمایز از کارهایی که پسر انجام میده، همین تمایز در اشخاص در عهد عتیق وجود داره و کارهایی که مختص روح هست رو هم میبینیم که اینجا بهش اشاره میشه، به اون نسبت داده میشه. البته باز جاهای دیگه هستش که به خاطر زیر وقت رو نمیخونیم چطور روح قدوس خدا قرار میگیره برای قوت بخشیدن به مسیح و عرضم به خدمتتون که و حالا مسائل خیلی زیادی هست تو این قسمت. حالا خدمت دوستان به عنوان نمونه دادیم که اونها بتونن ادامه بدن. اما برسیم به شخص دوم و شخصی که الان ازش صحبت می‌کنیم، شخص سوم. برسیم به تمثیل یا نگاهی که شاید عهد عتیق برای عیسی مسیح داره، ولی خب مسلماً هیچ جای عهد عتیق اسم عیسی مسیح به اون شکلی که ما در عهد جدید می‌دونیم نیست. اسم مسیح شده خداوند ماشیه رو می‌بینیم، ولی اسم عیسی مسیح رو به صورتی که شخصی باشه نیست، مجسم نشده. کتاب مقدس از واژه‌های جایگزینی برای توصیف خدای اسرائیل استفاده می‌کنه و هر کدوم از اونها مثل پادشاه، مثل پدر، به بودی از وجود خدای
عهد عتیق اشاره میکنه و در همون حال مخصوصا در دوران بعد از تبعید، وقتی قوم اسرائیل از تبعید برگشتن، قوم اسرائیل از استعمال نام یهوه به شدت اجتناب میکردن، سعی میکردن از اسامی جایگزین برای اسم یهوه استفاده بکنن و مایل بودن تا از اسامی جایگزین استفاده بکنن. یکی از نامهای که بهره میبردن برای خطاب به یهوه واژه کلمه بود که به عبری دابار میشه، که به مفهوم محتوا و ماهیت چیزیه، یا نیروی فعال، در واقع نیرویی که میتونه یک کاری رو به یک عمل، یک اراده رو به یک عملی برسونه. و وقتی ما نگاه میکنیم توی عهد عتیق به معنی و مفهومی که این لغت کلمه یا دابار و عبری داره، میبینیم در واقع اون به عمل رسوندن اراده هست، که حالا وقتی داریم از لنز عهد جدید بهش نگاه میکنیم، کسی هست که اراده خدای پدر رو به انجام میرسونه، شخصی هست که این کار رو انجام میده. خدای پدر جایی رو زیاد دیدم که خدای پدر به وسیله پسر دنیا رو خلق میکنه. در ابتدا کلمه بود، در آیه 1 یوحنا باب اول اون کتاب میبینیم این واژه دابار، این کلمه خدایی که در عهد عتیق وجود داره، در عهد جدید هم به تصویر کشیده شده. حالا ولی خیلی جالبه، کتاب یوحنا باب 1 رو بخونیم، وقتی که در مورد کلمه صحبت میکنه، تساوی او رو و تمایز او رو با خدا آشکار میکنه، کم کم بعد از اینکه بخونیم این چند آیه اولش، خیلی زیباست. و در ابتدا کلمه بود، و اول که میگه در ابتدا، که داره مشخص میکنه آفریده و خلقت شدن نیست، از اول بود، ولی میگه در ابتدا کلمه بود، نمیگه خلق شد. و کلمه نزد خدا بود، پس داره متمایز میکنه از خدا، ولی هنوز ازلیه، و کلمه خدا بود. اونجوری که قشنگ میگه. چند تا آیه بعدش هم بخونید، اون ویژگی‌هاشو میخوام نگاه کنید. برم چند تا آیه جلوتر اینا رو ادامه بدید. همان در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. پس کلمه بود، متمایز از خداست، با خداست، او الهیه و تمام دنیا رو، تمام کائنات رو خلق میکنه، به طوری که هیچ چیزی تو این دنیا موجود نیست که بدون قوت او به وارد هستی شده باشه. و در او حیات بود، در او حیات بود و منشأ حیات هست. و حیات نور انسان است و نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را در و کم کم که پایین میره میگه این کلمه حیات عیسی مسیح، نام عیسی مسیح میاد و تشریح میشه. توی عهد جدید همین کلمه داباری که توی عهد عتیق وجود داره، که به جایگزین یهوه استفاده میشه، توی عهد جدید داره شخصیتش برملا میشه. توی کتاب یوحنا باب 12 یوحنای رسول در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه و عیسی مسیح رو، شخص عیسی مسیح رو مرتبط میکنه به یهوهی که در کتاب اشعیا باب 6 آشکار شده، که حضور پرجلال او معبد رو فرا گرفته و فرشتگان میگن قدوس قدوس قدوس، یهوه سبایی سلطنت گرفته است. و بعد میگه که آنها جلال عیسی مسیح رو دیدن. شخص مسیح رو، شخصیتش رو آشکار میکنه که این عیسی مسیحی که بین ما آمد، بین خاصانش اومد، او را رد کردن، کلمه خدا بود. کلمه خدا کیه؟ همون خدای یهوهی که واژه‌ای که ما داریم جایگزین براش استفاده میکردیم توی عهد عتیق. عیسی مسیح خدای مجسم در عهد عتیق هم حاضر بود و این تشخیص شخصیت و ویژگی های هویتی او با نگاه کردن از طریق لنزهای تثلیث قابل اجراست. کاملا. امروز ما دلیلی که میتونیم اینقدر راحت به واژه کلمه به عنوان شخص مسیح نگاه کنیم، شاید دیدی هست که کتاب یوحنا، مسیح خودش از طریق کتاب یوحنا به ما میده که میگه من خود رفتار کلمه بود. پس وقتی نگاه میکنیم، بازم میگیم به صورت خیلی کمرنگ توی عهد عتیق ما میتونیم اشخاص تثلیث رو ببینیم، و فقط اینجا نیست، جای دیگه هم هست. تو برنامه قبل هم صحبت کردیم که ما میبینیم خدایی رو که مجسم شده، و توی الهیات ما امروز میدونیم خیلی باوری هست که میگن مسیحی که پیش از اومدن روی زمین و تجسم شدن با جسم میم، و اون یک بحث الهیاتی جداست، ولی هنوز وجود عیسی مسیح چه از طریق عهد جدید و چه در عهد عتیق به صورت جسمانی بعضی وقت مشخصه بر ما، و این درکی رو به ما میده که حداقل وقتی عهد جدید رو میخونیم بتونیم برگردیم و بگیم خب در عهد عتیق هم این سایه ها هست، ولی خب انتظاری نمیده که از قوم بتونه اینو درک. صحبت های ما در خصوص عهد عتیق ادامه خواهد داشت، داریم سایه ها رو نگاه میکنیم،
و الهیات تسلیس ما بر روی عهد عتیق بنا نشده، همونطور که خدمت دوستان گفتیم این رو دنبال خواهیم کرد و این رو رد پای تسلیس رو به قول معروف توی عهد عتیق جویا خواهیم شد، تفتیش خواهیم نمود، به فیض خدا باید عهد جدید خواهیم شد. صحبت‌های خیلی زیادی در مورد تسلیس عهد جدید داریم و بعد امیدوارم با ما همراه باشید سیر تاریخی پدران کلیسا رو دنبال بکنیم که پدران کلیسا در باب آموزه تسلیس چی فکر کردن، چه کمک‌هایی کردن به رشد تفکر الهیات و اشتباهاتشون چی بوده، نقاط قوت و ضعفشون چیه، چه درس‌هایی میتونن از اونها یاد بگیریم و بعد وارد الهیات معاصر خواهیم شد. الهیدانهایی رو که امروز صحبت‌های تازه‌ای در باب آموزه تسلیس می‌کنم، الهیدانهای معاصری که کمک کردن کشفهمیاهی ما رفع بشه و داستان ادامه داره. اشکان جان ما به فیض خدا همینطور ادامه خواهیم داد. آخر میخواییم با این مطلب تموم کنیم که چه فایده ای داره آموزه تسلیس رو هم فهمیدیم، قشنگم ادا کردیم، تمام این آموزه رو از زیر و بم هم خوب بلد هستیم، به چه درد من مسیحی که در قرن 21 زندگی میکنم داره؟ بله، و من فکر میکنم شاید تو اون بخش ها برای افراد خیلی ملموس‌تر باشه که چرا احتیاج به درک ما از تسلیس هست، چون که مسئله کاربردی رو بیشتر تاکید خواهیم کرد و اینکه واقعا حالا یک خدایی که در ذات خودش به این شکل خودش رو بر ما آشکار میکنه، چقدر درک من از چنین خدایی میتونه بازتابی داشته باشه توی زندگی روحانی من، توی زندگی معمولی من، حتی زندگی زناشویی من، و خیلی مسائل رو برای ما باز میکنه. پس میخوایم افراد رو تشویق کنیم با ما باشن، صبور باشن، چرا که موضوعاتی که بیشتر توی برنامه اول خواهیم داشت یه خورده انتزاعی‌تره، یه خورده مباحث رو میخوایم باز بکنیم، ولی بعد به جاهایی خواهیم رسید که با درکی که از این مسائل به صورت انتزاعی داریم میتونیم بیشتر و بیشتر به صورت کاربردی به این مسائل نگاه بکنیم. مرسی که دارید ما رو تحمل میکنید. بعد از اینکه به فیض خدا آموزه تسلیس رو به یک جای رسوندیم که باعث برکتتون شما باشه، وارد یک مبحث دیگه از یک آموزه زیبای ایمان مسیحی خواهیم شد و از شما دعوت میکنیم در این قسمت هم همراه ما باشید. کتابای بیشتری هم بهتون معرفی خواهیم کرد تو برنامه‌های آینده که اگر میخواد بیشتر مطالعه بکنید بتونید در اختیار داشته باشید. خدا نگهدار.